توانای موقعیت گزینی و خودپنداری، فهم معنی مرگ، زندگی، سرنوشت، عشق و هنر، فهم معنی شو. خب به کارگیری حافظه. حالا خود حافظه چی؟ خود حافظه عقل یا هوشه؟ خودش مثلا در یک پروسه یادگیری ما یک در واقع جذب اطلاعات داریم، یک پروسس و چی میگن برها روش کارهای انجام میشه که منجر به فهم میشه، یه ثبت و ضبط میشه بایگانی. حالا حافظه عقل یا هوشه؟ حافظه نه عقل نه هوشه، بایگانیه. یه کسی ممکنه خوب بفهمه، اما اگر نیم ساعت دیگه ازش بپرسیم که فهمیدی، بگه راستی چی بود؟ اون در اون زمان برای ما ثابت شده که فهمیده، ولی فردا یادش نمیاد که دیروز این ماجرا استدلال ها و اینا چی بود. خب بنابراین در واقع عقل، هوش، این وسطش میشه حافظه، بایگانیه. حافظه بایگانیه، ولی ما به ماشین حافظه مثل هارد این چیزای ماست. خب و یک کسی ممکنه حافظه خیلی قوی داشته باشه ولی فهم پایین داشته باشه. خب یک کسی حافظه بسیار و قوی میتونه داشته باشه، یعنی چند گیگابایت، خب یعنی در واقع همینه، چند گیگابایت حافظه داشته باشه ولی قابلیت ایجاد نداشته باشه، خلاقیت نداشته باشه. درست شد؟ لذا توی تعریف کلاسیک حافظه جزء عقله، ایجاد هم جزء عقله، به کارگیری هم جزء عقله، یعنی ببخشید جزء هوشه. همینا در قالب هوش به اصطلاح به کار برده میشه. ولی ما به دلایل اینکه مثلا حافظه سازمانی داریم، حافظه سازمانی برای سازمان چی میاره؟ حافظه سازمانی بایگانی است، اطلاعات، تجاره و همه چی رو داریم به حافظه سازمانی. حالا ما هم یک سازمانی، خب ما یک سازمانی و این سازمان خب مسئله حافظش از عقل و هوش طبق این تعریف ها جداست. اما هوش در واقع قابلیت ایجاد به وجود آوردن چیزی که وجود نداشته. فرق داره چیزی که وجود نداشته ما ایجادش بکنیم با اینه که ما همونو به کاربریش رو یاد بگیریم، فرق نداره؟ فرق داره. خب و آنچه که از خارج از ذهن و از طریق گیرنده های فرازینی، دیگه اینا جزء اون درس های کورس های خاصه، از طریق گیرنده های فرازینی کسب شده، الهامات بشری رو پدید میاره. مثل یک موسیقیدان که از طریق یک جرقه ذهنی چیزی رو دریافت میکنه، یا یک شاعر، یا نمیدونم افتادن این سیب از درخت، یا نمیدونم یک ماجرای از این قضیه. جرقه های ذهنی است که صفر ثانی است و لا زبان و لا زمانه، یعنی ادراک تو صفر ثانیه، نمیدونه که تو صفر ثانیه یه حجم اطلاعات اومده. این نشون میده که زمان بر نیست، الهام زمان بر نیست، اون جرقه ذهنی زمان نمیبره و به دنبال فکر نیست. یعنی وقتی که ما به دنبال یه فکری به این مسئله میرسیم، فکر باید برگرد میبینیم کشف استدلالی بوده یا نبوده. ولی جرقه ذهنی زبان نداره و زمان هم نداره، یعنی صفر ثانی است و زبان هم نداره. یعنی همون جرقه اگه برای آمریکایی اتفاق بیفته، او با زبان خودش بعد اینو ترجمه میکنه، اگه برای ما اتفاق بیفته ما به زبان خودمون اونو ترجمه خواهیم کرد. حالا این خودش یک بحثی است که میخواد بیارم که روی این یک ببینید. در اینجا ما چند تا آستانه درک داریم. آستانه درک فیزیکی داریم که آشنا هستیم، آستانه درک ذهنی داریم، آستانه درک فرازهنی داریم. خب اگر اینا رو نشناسیم، خب نمیدونیم مکانیزم یک الهام، مکانیزم یک جرقه چگونه است و چطوریه. و لذا اینجا فرازبان و فرازمان هست و در واقع انتهاش منجر میشه که این باکس ها باز بشه، هر کدومش باز خودش هم یه ماجراهایی داره، اینجا منجر میشه به هوش. یعنی اگر دریافتی انجام میشه، جرقه ذهنی اتفاق میفته،
نمیدونم شاعری یه دفعه اعلام میگیره نساخته که اگه بسازی که دیگه میشه از این چیزای در واقع اون شعرشو نساخته، یه جا براش اومده و در واقع اینجا بحث از طریق آستانه درک فرازهنی این امکان پذیره، خب نه آستانه درک فیزیکی. و آستانه درک ذهنی ما هم اون چیزی که در خواب میبینیم، در خواب که چشم ما کار نمیکنه که، یا آن چیزی که در پیرامون ما هست و درک فیزیکی ما تشخیص نمیده، مثل مثلا فرکانس این نور چراغی که رو سر ماست، مثلا فرکانسش 50 است، آستانه درک فیزیکی ما تشخیص نمیده ولی آستانه درک ذهنی ما اینا رو تشخیص میده. خب حالا هر کدوم از اینا برای خودش بحث‌های مفصلی داره.